عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایی که شما بینندگان گرامی در اولین روز از ماه اکتبر مهمان خانه شما هستیم از پنجره و دریچه تلویزیون پارس با برنامه باشناسی باورها. خب این رسم بود که آخر هر ماه به پرسش و پاسخ یا پاسخگویی به ایمیل های شما اختصاص داشته باشیم. در روز پنجشنبه به دلایل گرفتاری های شخصی نتوانستیم در خدمت شما باشیم و بنای همین در اولین روز از ماه اکتبر سعی می کنیم آنچه که در ماه گذشته از طریق دو ایمیل که یکیش ذیل برنامه ماست که مستقیما با تلویزیون پارس اون رو مطرح می کنید و دیگری ایمیل دیگری که در کانال و شبکه های شخص من وجود داره و بعضا هم عزیزان اگر سوالاتی دارن یا انتقادی از اون طریق میتونن اون رو هم مطرح بکنن و به هر دوی این ایمیل ها پاسخ کنید. خب از بین ایمیل ها دو سه ایمیل هست که اداره اهمیت به دلیل اینکه جنبه های از نقد در اون هست، هرچند جنبه های دیگری هم در اون هست که خب وظیفه ما اینه که اول تعاریف رو تمجید ها رو کنار بذاریم به نقد ها پاسخ بدیم که ممکنه سوالات خیلی از عزیزان باشه. به همین دلیل نقد یکی از دوستان رو مبنا قرار میدیم و پیرامونش سخن خواهیم گفت. خب نقدی است که جناب عشقی در ایمیلی برای ما ارسال فرمودن. من اول خود ایمیل رو کامل میخونم، بعد سعی میکنیم آرام آرام وارد بخش بخش این ایمیل بشیم و سعی کنیم پاسخ بدیم. در واقع مخاطب ایشون خود شبکه پارسه و در واقع یک نصیحتی است که ایشون داره به شبکه پارس انجام داد. با سلام و درود، ضمن عرض خسته نباشید خدمت جناب عالی. کم جمهوری اسلامی از نظام پهلوی انتقاد میکنه و کم پروپاگاندا داره. شما هم با آوردن این آدم ها مانند ایمان سلیمانی امیری به کمک آنها پیوسته اید. ایشان با ظاهر انتقاد از اسلام وارد شد و اسمی برای خودش دست و پا کرد. حالا اما هر وقت ما ایشون رو دیدیم در حال انتقاد و بدگویی و اتهام زنی و دروغ پراکنی بر علیه پهلوی هستش. این کارها خدمت به جمهوری اسلامی است. لطفاً در نوع این برنامه تجدید نظر کن. در تاریخ حدود 18 اوت بود، آگست، یک بانوی عزیزی خانم شهره هم یه ایمیلی فرستادن و در واقع از من خواستن که با مدیر شبکه پارس سخن بگیم در مورد یک برنامه دیگری که در اونجا دوستان دیگری که حالا نگاهشون نگاه سلطنت طلبی است جمع میشن و برنامه میسازن که آقا این برنامه ها اطلاعات غلط به مردم. حالا من چرا میگم سلطنت طلب؟ چون بعضی از دوستان معتقدن که ما پادشاهی خواهیم و سلطنت چیزی نیست که ما بخوانیم. اما قانون اساسی مشروطه رو اگر دوستان با دقت خوانده باشن میبینن که اونجا بحث سلطنت مطرح، یعنی حقوق سلطنت یا خانوم فرع پهلوی آخرین عنوانشون نائب السلطنه است. یا زمانی هم که محمد رضا پهلوی در حال ترک کردن ایرانه شورای سلطنت را میندازه که اون آقای جلال الدین تهرانی به عنوان رئیس شورای سلطنت بود، یعنی در غیاب شاه مملکت رئیس شورای سلطنت نفر اوله. اون آقای جلال الدین تهرانی رفت به نزد امام، استعفای خودش هم تقدیم اون امام کرد. پس عنوان سلطنت رو ما از خودمان ایجاد نکردیم برای تقبیح یا مذمت یک، چون واژه سلطه از درون اون بیرون میاد، بلکه این برگرفته از همون قانون اساسی مشروطه است که خیلی از دوستان امروز سخن از این میکنن که همان قانون مبنا بشه در دوران گذار. بنابراین واژه سلطنت در درون اون قانون گنجانده شده و از تخفیف کسی نیست. اما میخوام به این دو عزیز یه پاسخی بدم، چه اون عزیزی که میگه سلطنت طلبان دروغ میگن، چه این دوست بزرگوار که میگه سلیمانی دروغ میگه.
ببینید دوستان، اساسا مهمترین مسئله در جهان کنونی اینه که هیچ کس نمیتونه فضایی رو ایجاد بکنه که جلوی آزادی بیان دیگران رو بگیره، یعنی از نظر تکنولوژی عرض میکنه. یعنی اگر من سلیمانی در این شبکه نباشه، در شبکه دیگری در صفحات اجتماعی خودم سخن خواهم، دیگران هم همینن. اگر این شبکه نشه، شبکه های دیگر هست. بنابراین تکنولوژی امروز فضایی رو فراهم کرده که شما نمیتونید افراد رو محروم و محدود بکنید در مورد اینکه سخن بگن، در مورد اینکه حرف نزنن. 50 سال قبلم نمیشد، چه برسه امروز که با این فضای تکنولوژی و مسائلی عظیم دست، یک شبکه یا دیگر شبکه ها بخوان جلوی آزادی بیان رو بگیرن، جلوی دیدگاه های مختلف رو بگیرن، خودشون متضررن. من بارها این نقد رو داشتم، بارها هم عرض کردم اجازه بدید آخوندا صحبت بکنن، چون چیزی برای ارائه کردن نداره. اجازه بدید اندیشه های دیگر در درون جامعه منتشر بشه. اگر ما اندیشه خودمون رو داره قدرت میدونیم، از اینکه دیگران هر چه دارن به روی دایره بریزن که ناراحت نمیشیم، که میگیم آقا هر چه داری بیار به میدان نبرد. حالا نبرد تفکر، نبرد اندیشه، بزرگترین پهلوانانتون رو بیارید به میدان. زمانی در کلاب هاوس همین فضا فراهم بود، 3 سال قبل تمام اتاق ها پر بود از آخوندها. امروز اگر شما به فضای کلاب هاوس نگاه بکنید، اون عزیزانی که در جریان هستن، دیگه آخوندها وجود ندارن، رفتن در درون اون گعده های خودشون، اتاق های کوچک خودشون نشستن. چرا؟ چون دیگه توان ندارن استدلال بکنن، توان ندارن دفاع بکنن از اون خرافات دینی. هر قصه ای از دیگران میگن، آنقدر اطلاعات مردم بالاست که همین دختران ما، جوانان ما تو کلاپوس به راحتی جواب اونا رو میدن. این افسون سازی از آخوند حاصل این بود که اندیشه های اونها منتشر نشد، کسی هم نقد نکرد. بعد یه فکر کرده که بابا اینا چقدر فیلسوفن، چقدر اندیشمندن، در حالی که امروز فضا جایی است که شما یک رسانه معتبر، رسانه است که همه افکار رو در جامعه منتشر میکنه. وگرنه میشه یک رسانه حزبی، یک رسانه قبیله‌ای. کار رسانه حزبی همینه دیگه، اعلامیه حزب خودشون رو پخش میکنه، افراد خودشون میان فقط صحبت میکنه. اما یک رسانه معتبر رسانه است که در درون اون اندیشه های مختلف اجازه حرف زدن دارن، حتی اگه مخالف ما باشن، حتی اگه صحبتشون ناراحت میشیم. به جای این که بگیم دهان فلانی رو ببند، باید به اندیشمندان خودمون بگیم پاسخش رو بدیم. برنامه هایی که تهیه میشه 3 تا 4 تا مهمان دارن، بعد هر برنامه سازی مطابق دیدگاه خودش برنامه میسازه، 4 تا مهمان دعوت میکنه، 5 تا مهمان دعوت، بسیار بله. اما حق نداره بگه دهان سلیمانی رو ببندید. اگه سلیمانی دروغ میگه، خب اندیشمندان شما تشریف میارن بحث میکنن، ما که همیشه اعلام آمادگی کردیم. اگر سطح صحبتاش خیلی پایینه، نیاز به پاسخ هم نیست، خب دیگه ناراحتی نداره. هزاران برنامه وجود داره، خیلی دارن صحبت میکنن. خود من سال هاست دیگه رسانه های مثل بی بی سی و اینا رو نگاه نمی کنم، چیزی برای من نداره، ترجیح میدم اون وقتم رو بذارم برای خواندن کتاب. خیلی از رسانه ها رو نگاه نمی کنم. این الگو الگوی بدیست، یعنی هنوز اون اندیشه های دینی در ذهن ماست. آخوندام هم همین کارو میکنه، دهان دیگران رو ببندید، دیگران رو محکوم کنید. امروز اگر میشینید میگید چرا کسروی رو کشتن، برای اینه که اندیشه ی آخوند وقتی جواب نداره میگه دهانشو حذفش بکنید.
اگه دو تا از اون مراجع تقلیدشون که این همه دبدبه و کبکبه دارن می آمدن صحبت می کردن، خب اندیشه های کسبی مثلا از نظر این آخونده زیر سوال می رن. مگه شما نمیگید ما برای هر چیزی منطق داریم، دلیل داریم، سند داریم؟ چرا نیامدید به میدان مبارزه با کسروی ها؟ چرا نمیاد اندیشه های افراد دیگر رو نقد کنید؟ دائم دنبال حزبی، دنبال تروری، دنبال کشتنی. ترور فقط یه بخشش کشتن افراده، یه بخش دیگر هم کشتن تفکره. بنابراین خیلی مهمه که یک رسانه، اگر خودمون هم صاحبش هستیم، تبدیل نشه به یک رسانه حزبی، مگر اینکه واقعا رسانه حزبی باش. بله، اونم البته هیچ ایرادی نداره. شما تلویزیون باز میکنید، مال گروه خاصی است، صبح تا شب در مورد خودشون تعریف و تمجید، در مورد دیگران تقبیح، هیچ ایرادی نداره. نکته دیگر این که وقتی ما صحبت از این میکنیم که آزادی بیان محترمه و البته به اعلامیه جهانی حقوق بشر باور داریم، خب ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت اشاره کرده به آزادی بیان و عقیده. طرف سال هاست خودش از بیان صحبت میکنه، یعنی ناراحت از اینه که چرا جمهوری اسلامی به ما اجازه صحبت نمیده، چرا اندیشمندان دیگر اجازه صحبت ندارن، اما خودش وقتی تو رسانه میشینه میگه برید دهان و میکیری ببندید، برنامه مونیکی رو تعطیل بکنیم. بعد میگه ما حقوق بشری هست. خب کجا این ادعا و رفتار شما با ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی بیان رو به رسمیت شناخته منطبقه؟ اگر دلایل قدرتمندتر داریم، اگر کارشناسان خبره تر داریم، ما که دریچه رو نبستیم. شما حتی میتونید تو برنامه خودتون برنامه های ما رو نه هیچ ایرادی نداره، اگر تمایل دارید گفتگو مستقیم. همین بحثا رو سالها آخوندها داشتن با ما، تهدید به مثلا شبکه فلان که آقا این آقا رو اجازه ندید صحبت کن، چون باور دارن به النصر و به رو، که اگر ما تهدید بکنیم برنامه نمیدن به این آقا. مگه برای خودمون کم تهدید؟ نه دیگه، اون دوران گذشته. شما با نسلی روبرو هستی که این نسل شجاعت و شهامت رو یاد گرفته، دیگه از یه عمامه نمیترسه، دیگه از یه تاج نمیترسه. این مربوط به انسانهای قرون وسطایی است که تا یه آخوندی میبینن عبای او رو میبوسن، فکر میکنن او دارای یک الوهیتی است. نه دیگه، دوران تاجداران و عمامه داران به سر آمده. نسلی شما دارید که باباش براش اتوریته نیست، اگه حرف غلط بزنه جلو پدرش وای میسته. این مربوط به نسلی است که اگه یه آخوند محل حرف میزد زن و شوهر از هم جدا میشد، پدر سر فرزندش رو میبرید. هستن هنوز هم اون انسان های دوگ، اما عمده این نسل فعلی دیگه این اتوریته ها رو قبول نده. خب بریم به سراغ فرمایشات این دوستمون، یکی که بعدها رو بخونیم و شروع کنیم به نقد کردن. خب ایشون اشاره میکنه که کم جمهوری اسلامی از نظام پهلوی انتقاد میکنه و کم پروپاگاندا داره، شما هم با آوردن این شخص به کمک آنها پیوسته. پروپاگاندا به معنای اطلاعات و اخبار غلط و جهتدار برای رسیدن به یک هدف مقصودی، یعنی دولت ها یا برخی از احزاب یا گروه ها سعی می کنن یه سری اخبار، یه سری اطلاعات غلطی رو که به شکل سیستماتیک برای هدفشون مناسبه در جامعه منتشر بکنن. بنابراین یک هدفی در درون اون اخبار جعلی وجود داره. در این که جمهوری اسلامی این کار رو می کنه شکی نیست، ما اثبات شی نفی معدا نمی کنه. آیا بقیه رسانه ها مستقلن؟ حقیقت رو منتشر میکنن؟ اگر کسی برنامه تونل زمان میسازه، بزرگ راه زمان میسازه، کوچه زمان میسازه، داره حقیقت رو منتقل میکنه؟
او پروپاگاندا نمی کنه. شما نگاه بکنید به رسانه های جمهوری اسلامی چقدر در مورد شخصیت های مقدس و محترم اسلامی پروپاگاندا میکنه. شما تاریخ علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی و اینها رو از زبان آخوندا بشنوید چه اخباری رو منتقل میکنه، فقط اون چیزهای خوبشون، درسته؟ اما وقتی سوال میپرسید که خب این حکومت علی که شما اینقدر از خوبیش میگید چطور بعد از 4 سال و 10 ماه خودتون معتقدید علی تنها ماند؟ خب نباید این پدیده رو فهم کنیم؟ وقتی اینقدر از وجنات حسین ابن علی میگی، از علم لدنیش، از اسمتش، ما واقعی کربلا رو که نگاه میکنیم خب انتقاداتی بر او هست. چطور کسی علم لدنی داره، خداوند حامی اوست، اما در میانه یه راه نمیدونه کشته میشه؟ آن کسی که شفا میده همین امامزاده هایی که شما برای ما ساختید، چطور وقتی علی ضربت خورد تمام خانوادهش کنارش هستن، خودش هم زنده، نمیتونه خودش رو شفا بده؟ خب اینا سوالاتی است که باید پاسخ داده بشه. حالا در بعد سلطنتی، در بعد سیاسی، همین داستان جمهوری اسلامی نگاه بکنید، اخبارشو دائم در حال رکورد زدن هست. ما رکورد زدیم، پیشرفت کردیم، هر روز از پیشرفت‌های خود شما بگید. اخبار جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ نشسته میگه تصمیمات غلط گرفتیم، خطا کردیم. شما شده یک بار در رسانه‌های جمهوری اسلامی در این 40 و اندی سال یک بار بگن که بابا سیاست‌های کلی ما غلطه؟ چون چیزی نمی‌مونه. اخبار گزینشی به یک اتفاقی در هر کجا میفته، یا وارونش میکنن یا اگه وارونش نکنن جنبه های دیگرش رو نمیدن. در این طرف هم داستان همینه. شما سال 57 با یک واقعی روبرو شدید و اون انقلابه. این دیگه پیش روی ماست. اگر دوستان معتقدن انقلاب نشده، بفرما الان در امریکا چیکار میکنید، در اروپا چیکار میکنید؟ خب برید در تهران دیگه. پس انقلابی شده، یک حکومتی افتاده، یک تحلیلگر این واقعه رو تحلیل میکنه مثل یک انسانی که فوت کرده. شما باید علل بیماری که سبب فوتش شده رو تشخیص بدی، چون با یک جنازه رو بدی. حالا یه بگو موی سرش خیلی قشنگ، چه قد و بالای رعنایی داره، چه کت و شلوار خوبی داشت، اما برای علل مرگ شما باید دوباره تحلیل بشی. اگر دکتری آمده کالبد شکافی بکنه، تو تحلیلگر سیاسی و اجتماعی همین کارو میکنه. اون مداحه که صبح تا شب میشینه اینجا از وجنات سلیمانی تعریف میکنه، آقا این چقدر فلان است، بعد نگاه میکنه میگه خب عزیز من این آقایی که تو داری میگی که مردود شده، این رژیمی که صبح تا شب داری ازش تعریف میکنی که با انقلاب افتاده، بعض مردمش اینه. اون ادعات با این وضعی که ما داریم میبینیم و مشاهده میکنیم تطبیق نمیکنه. پس یه جای کار میلنگه. اون کار مدعاهاست. هر رژیمی هم مدعای خودش دار. شما فکر نکنید فقط جمهوری اسلامی که سعید حدادیان ها و اون سیب سرخی ها و حاج منصور عرضی ها داره، نه از این برم هستن. مدعا کم نداریم، شکل و شمایلش رو یکم فرق کنه. اما تحلیلگر کدومه؟ کی آمده بگه بله آقا ما اشتباه کردیم؟ هستن ها، نه اینکه نباشن. نمونش هم آقای دکتر داریوش همایون، نمونش هم آقای اردشیر زاهدی، اینا که دانه درشت ها هست یا دقل داره فهمیدن. بخونید کتابان این بزرگان رو، حتی طیف خودتون بزرگاتون رو بخونید. من بارها این مشکل با شیعه دارم، طرف بیاد حرف بیزنه میگم عزیزم من تو چطور فهمیدی؟ اما کلینی نفهمی؟ شیخ صدوق نفهمیده؟ شیخ طوسی نفهمیده؟ شیخ مفید نفهمیده؟ سید مرتضی و شریف رضی و اینا نفهمیدن؟ تو فهمیدی؟
چرا؟ چون بزرگانشون رسیدن به جایی که خود انتقادی بکنن که بله، اگر من امروز به جای اینکه در تهران وزیر باشم امروز در خیابانهای لس آنجلس هستم، برای اینه که یه جای کار ما اشکال داشت. ما اگر مردمی باشیم که ایرادات خودمون رو پیدا نکنیم، دائم دنبال فرافکنی باشیم، یک قدم به جلو نخواهیم گذاشت و اینها خطرناکن، اینها بسیار خطرناکن. چون اگر کسی اشتباه خودش رو بفهمه، شما میتونی امیدوار باشی که اشتباه بعدی رو مرتکب نشه، اما اگر کسی اشتباه خودش رو نفهمه بندازه به گردن دیگران، شما باید هر لحظه ممکنه دوباره اشتباه. خب طبیعی هر کسی میتونه نسبت به یک حکومتی الگو و علاقه داشته باشه، اما کار تحلیلگر خیلی متفاوته. پزشکی که یک بیمار رو میبینه میگه هیچ چیت نیست برو خونه، اون داره به بیمار خیانت میکنه. اما پزشکی که برمیگرده میگه عزیزم تو سرطان داری، مشکلت اینه، جلوی این غذاها رو بگیر، جلوی اون نحوه رفتار رو بگیر، ممکنه بیمار ناراحت بشه، میگه بابا ما 30 سال اینجوری زندگی کردیم، الان آقای دکتر فلانی میگه این کارو نکن، ناراحت میشیم. بله، اما آیا به نفع ما هست یا نیست؟ جامعه ما درگیر همین اخبارهای غلط، تحلیلهای غلط، هی تعریف و تمجید، هی تعریف و تمجید بسیار داریم. اما به من پاسخ بدید، خب این تعریف و تمجیدها در عمل چرا منجر به انقلاب شد؟ چطور یه آخوند تونست انقلاب کنه تو مملکت؟ چطور سران شما، نظامیان شما رفتن با اون آخوند بیعت کردن؟ چطور همین آقای جلال الدین تهرانی که من عرض کردم میگید روشن فکران رفتن زیر عبای خمینی؟ بله اشتباه کردن. اما ارتش بود قره‌باغی شما چه؟ حسین فردوست شما چه؟ اینا که نون و نمک خورده بوده. آقای جلال الدین تهرانی شما چه؟ اینا مسائل بسیار عمیقی است. پروپاگاندا کردن یعنی اخبار غلط به ملت دادن، نپذیرفتن مسئولیت ها. الان به جمهوری اسلامی نگاه بکنید بگید آقا این برنامه شما غلطه، میگه نه آمریکا باعثش، اسرائیل، کشورهای دیگه، ما خیلی خوب، اینا نمیذاره. این طرف داستان هم همینه، همون روش ها، همون رفتارها داره شکل میگیره، ادامه پیدا میکنه. بازم میگم ایرادی نداره، شما صبح تا شب میتونی بشی تعریف کنی، اما یه جنبه دیگه وجود داره، یه جنبه ای که از نگاه دیگری وقایع رو میبینی و در نهایت این مردمن که تصمیم میگیرن که در این تضارب آرا ادله چه کسی قوی تره، ادله چه کسی متقن تره، اسناد چه کسی دقیق تره. بنابراین کسی بحث خصومت شخصی با کسی رو نداره، نقد وقایعی است که دوباره درگیر اون نشید. اگر پسر بنده و دختر بنده اشتباه کردن بهش بگم شیطان گولت زد، او احساس میکنه خب من اشتباه که نگردم، یکی دیگه گولم زد. اما اگر بگم تو خطا کردی، مسئولیت تو بپذیر، او دیگه من بعد نسبت به کار خودش دقت کنه. تعریف و تمجید ممکنه اسباب تقرب بشه، مداهی همیشه برای گروهی پاداش داشته، بله، اما آن چیزی که برای جامعه مهمه کجاست؟ شما فیلسوفان سیاسیتون رو دیدی؟ همین هایی که دائم از اونا میخونید و نام میبرید، اینا کسانی که درد جامعه رو وقتی شنیدن براشون فرق نکرده با کی در میافتن، با آخونده، با کشیشه، یا با شاه، یا با خلیفه است، یا با هر کسی. هر اندیشه ای که مسبب وضع نامناسب باشه باید نقدش کرد. و نقد دین ما برای چی بوده؟ چرا ما وارد نقد دین شدیم؟ حالا که بعضی جامعه رو نگاه میکنی بیماره، این بیماری حاصل یک نوع رژیم غذایی که حالا بگیم رژیم فکری و سبک زیست سیاسی است که احکام خدا خیلی خوب است. خب غلط،
نظام استبدادی خیلی خوب است. مردم ما لیاقت به دموکراسی ندارند. دموکراسی کلیشه مبتذل است. او غلط. طرف دنبال نون خودش. چرا؟ چون دموکراسی شایسته سالاری است. اما اگر یک فضایی فراهم بشه که آقا منو نصب کنه، خب دیگه نیاز به دموکراسی ندارم که. اصلا دموکراسی برای من خطره، چون من در دموکراسی باید برم رقابت کنم با یه عده‌ای. بنابراین مسئله مهم اینجا اینه. برای که پروپاگاندا صورت نگیره باید تضارب و آرا باشه. شما فرض با سلیمانی دروغ داریم که هیچ ایرادی نداره، دیگران هستن نشان میدن دروغ های سلیمانی، یه پروپاگاندایی صورت نمیگیره. پروپاگاندا در انحصار رسانه صورت میگیره، جایی که تلویزیون ملی تبدیل میشه به صدای یک شخص، یک تفکر، یک حزب. به راحتی میتونه اخبار خودش رو منتقل کنه به جامعه. اما یه نکته ای که هست اینه، ما عادت کردیم حرفایی رو که مطابق میل خودمونه بدون سند بدون دلیل بپذیریم. یکی از دوستان چند وقت قبل به من گفت آیه فلانی، شما این آخوندهایی که میشینن قصه های عجیب و غریب میگن که یه بچه کوچیکم میفهمه که اینها خرافاته، اما یه عده تو مجلس نشستن و اینا رو باور میکنن. حتما دیدید کلیپ های آخوندهایی که حرف های خنددار و مضحک میزنن، اما یه دیگه همون پایین نشستن باور میکنن. خب دلیلش چیه؟ عرض کردم دلیلش اینه که انسان ها سخنان و ادعاهایی که مطابق باورهاشون باشه بدون سند قبول میکنن. یعنی من وقتی علی رو دوست دارم، یکی بگه علی پرواز میکرد، من باور میکنم، چون منطبق با اون باورهای منه، مطابق میل منه که شخصی که من دوستش دارم برسه به اون جایی که حد نهایت. برای همین اگه آخوند روی منبر خرافه میگه، کسی پایین سوال نمیکنه، چون ذهنش در زمینه اون باوری که داره منطقی نیست، داره مطابق میلش حرف میزنه. پوپولیسم یکی از دلایل خطرش همینه که سیاستمداری وعده هایی به مردم میده که مردم دوست دارن، دوست دارن اونو بشنون. دیگه اینکه آیا اجرایی میشه یا نه اصلا مهم نیست، اینکه علمی هست یا نه دیگه مهم نیست، اینکه اصلا به نفع ما هست یا نه مهم نیست. چرا آخوندها سوار بر مردم هست؟ چون مردم رو خوب میشناسن، تو مردم بزرگ شدن. ولی اونها اصلا منطق و علم و اینا اصلا اهمیت نداره، میگن چیزی بگید که مردم دوست دارن. از قبل دوست داشتن مردمه که خمس ما رو میدن، از قبل دوست داشتن مردمه که به ما احترام میذارن. اما اگه حقیقت رو به مردم بگیم، کسی دور بر ما میاد میشینیم؟ نه. قیده دیگر هم همینه در بعد سیاسی. هرچی دروغ بگی مردم باور میکنه، چون دوست داریم. آقا اولین ارتش دنیا بودیم، داشتیم میشدیم ژاپن، نمیدونم داشتیم میرفتیم کره ما، همه چیز دروازه های تمدن روی ما باز بود، داشتیم نزدیک میشدیم. بابا چی دروغ هایی است که تحویل ملت میدیم؟ ریش اقتصادی تو اون مملکت بود؟ بله. اما حاصل پول نفت بود. شما برای اینکه ژاپن بشی اول از همه باید جلوی فساد رو بگی، فضای سیاسی جامعه رو باز کن، آزادی های سیاسی به مردم بدی، از نخبگانت استفاده بکن. جمهوری اسلامی هم هر روز در حال رسیدن به اون قله های تمدن. یه ده در درون باور می، یه ده این بر باور می. اما اگر کسی برگرده بگه آقا این راهی که تو داری میری خطاست، طرف دوست نداره بشنوه، دوست نداره باور کنه. ملتی که فقط دوست داره بخوابه باید قصه های خوب براش تعریف کنه. حالا نگاه میکنی به حال و روز این ملت، میبینی که همه جور گرفتاری در درونش هست. خب ادامه بدیم ببینیم دوست بزرگوار چه فرموده. ایشان با ظاهر انتقاد از اسلام وارد شد و اسمی برای خودش دست و پا کرد. حالا اما هر وقت، خب اقلی که نقد اسلام به این دلیل من عرض کردم، چون باید در برابر ایدئولوژی این رژیم ایستاد.
نقد اسلام هم نیاز به آگاهی داره، هم نیاز به شجاعت داره. سالها قبل همین دریچه تلویزیون پارس بود که ما رو آشنا کرد با افرادی مثل آقای رضا فاضلی، مثل استاد رامو شیری. در واقع ما فرزندان و شاگردان فکری این بزرگوارانیم، وگرنه چیزی از افراد دیگه چیزی یاد نگرفتیم. اما چند نفر نقد ایدئولوژی این رژیم رو کردن؟ امروز دیدید خیلی ها میگن مردم ما از دین گذر کردن. بله گذر کردن، اما این حاصل کار فکری اندیشمندانه. من عرض کردم شما کلاپاس معیار کوچکی از جامعه ایران، آخوندها عقب نشست رفتن، چون دیگه نمیشه شما مثل مسجد صحبت بکنی و دیگران تو اون فضا فقط بشنون. نه، اونجا از سوال میپرسن، نقدت میکنن. پس نقد اسلام هم کار هر کسی نیست، نیازمند یک دانشی است، در کنار دانش نیازمند یک شهامت و شجاعتی است. اگر کسروی ها بزرگن، اگر افراد دیگر بزرگن، برای اینکه کاری کردن که دیگران نکردن. ادی عافیت طلب هم. آقا اینا ما رو تهدید میکنن، میکشن، ترور میکنن. خب بر میکنن چیکار بکنیم؟ مثلا نقطه قوتشون تروره، نقطه قوتشون مباهت هست. دوام این رژیم های دینی و ایدئولوژیک همینه که مخالفان رو باش گفتگو نمی کنن، حذف می کنن. چون باید یه صدا باشه، مردم تحمیق بشن، من آخون رو بپذیرم، به خرافات شب اول قبل رو نمیدونم انواع و اقسام اینا باور داشته باشن. حالا یکی داره میاد روشنگری میکنه، باید بکشیمش. کم بودن مگه منتقدان اسلامی که کشته شده؟ پس نقد اسلام نیازمند هم دانشی است هم شجاعت، در راستای آگاهی جامعه است، در راستای مشروعیت زدایی از رژیم. شما برای هر انقلابی مقدمش بحران مشروعیت برای رژیم، یعنی نشان بدی آخوند حق حکومت بر تو رو نداره، آخوند حق انحصاری اجرای قوانین الهی رو نداره. اجرای قوانین الهی، حالا اخلاقی یا هر چیزی، سبب بدبختی جامعه. اینو باید نشون بدیم. این با نقد دین صورت میگیره. در اروپا در عصر روشنگری افراد وارد نقد دین شدن. کار ولتر مثلا چه بوده؟ کار ژان ژاک روسو چه بوده؟ کار تاماس پین ها چه بوده؟ کار دولباخ ها چه بود؟ اینا نقد دین کردن. نه، اگر میخواد نقد دین بشه، همین جمهوری اسلامی بماند بهتره. خب همین مزخرفات رو ما گفتیم که آخوندها قدرت گرفتن. هر کسی آمد مفاهیم مدرن رو در قالب شخصیت‌های اسلامی. خب این کار رو کی انجام داد؟ نقد دین وجود داشت. حالا عزیزانی هستن در تلویزیون پارس هم برنامه دارن. در گذشته در ایران تلویزیون داشتن، مهمانان برنامهشون کیا بودن؟ آقای نراقی بود و احمد فردید و این افرادی که همشون نگاه های سنتی داشتن، حسین نصر رو. میگن ما چرا بدبخت شدیم؟ خب بزرگوار خودت مقصری، همین عزیزی که الان در تلویزیون پارس برنامه داری. افراد دوگمی مثل احسان نراقی اون زمان بازگشت به خیشتن، بازگشت به سنت ها. آقا جامعه داره مدرن میشه، مفاهیم مدرن رو باید بیاری، بازگشت به سنت ها کجا بوده؟ اینکه ذهن دانشجویان ما در زمان رژیم گذشته یک نوع نگاه هم متمدنانه بود هم متحجرانه، حاصل همین تفکرات بود. شریعتی و دیگران می آمدن مفاهیم مدرن رو به دانشجوی جوری دیگه منتقل می کنن، جلال آل احمد و نمیدونم این افراد. این فضا فراهم بود، نقد دین صورت نمی گرفت، نقد ایدئولوژی آخون صورت نمی گرفت. پس نقد دین زمینه است برای اینکه شما انسانها رو آگاه بکنید که اینها نیروهای انقلابی بشن. هیچ جامعه انقلاب نمی کنه مگر قبل از اون تفکر اونها دگرگون شده باشه، منقلب شده باشه. هر جامعه انقلابی قبلش
نیازمند انقلاب فکری است که مشروعیت ها از بین بره، اتوریته ها از بین بره، وگرنه ملتی که باور کنه آخوند حق الهی حکومت داره دیگه بر علیه ولایت فقیه قیام نمیکنه، میگه حقشون. اگر جامعه ای خودش باور داشته باشه که من به عنوان یک زن ناقص العقلم، حقوق من نیمی از مردانه، دیگه به دنبال عدالت اجتماعی نیست که، میگه حق منه. خدا اینجوری دستور بده. اونچه که جوامع غربی رو ساخته حاصل نقد دینه و بسیاری از اندیشمندان هر دو کار رو انجام داده. ما در برنامه هایی در رسانه دیگر به این مسئله میپردازیم، پیرامون انقلاب ها، که انقلاب ها چطور شکل میگیرن در جامعه. تمام فیلسوفان روشنگری هم نقد دین کردن هم نقد سیاسی کردن بر علیه استبداد، حالا فرق نمیکنه دینی درباری. کتاب های مجزا دارن یا در قالب یکی، اما هر کسی ناراضی است میگه نه این بخش رو نقد نه، آخوندام همینن. با عقاید مردم چیکار داری آقای سلیمانی؟ یه پیرزنی هست، یه پیرمردی هست، یک جوانی هست با عقاید خودش خوشه. نه عزیز من، تو با عقاید او خوشی، او با عقیدش خوش نیست. کدوم زن مسلمان از عقیدش خوشه که ولایت فرزند ندارم، شهادت من نیمی از مرده، حالا برخی از جنبه ها که ازش حق شهادت هم ندارم بمانه، میراث من نصف مرده، سفر نمیتونم برم، حق طلاق ندارم، هزاران چیز دیگه. این زن خوشه؟ بله تو خوشی. از حماقت اون بانو تو خوشی. خب اون حماقت کی بهش تحمیل کرده؟ همین آگاهی های کازه. آخون رو حماقت مردم سرمایه گذاری کرد، رو جهل جامعه. دست منو ببوس، زحمت بکش، خمس به من بده، حق الهی پادشاهی و حکومت بر شما دارم. زمان تولد تا بعد از مرگ باید به آخون خدمت کنی. طبیعیه که روشنگری برای این آخون جواب نمیده، ناراحت بشه. این سلیمانی رو نگاه بکن، با عقاید مردم بازی میکنه. خب این عقیده کاذبه. دلیل ناراحتی شما بر سر اینه که نمیتونی از عقیدت دفاع کنی، چون خرافیه، چون دلیلی نداری براش. در بعد سیاسی هم ما همینی. یه سخنان عجیب و غریبی که واقعا انسان وقتی میشنوه متعجب میشه. میخوای اگه میتونی دفاع بکنی خب بفهمی. بنابراین نقد دین یا نقد اسلام زمینه است برای آگاه کردن مردم، اما نقد اسلام برای اینی که جلوی استبداد رو بگیری، جلوی حق حاکمیت یک گروه رو بگیری، جلوی قوانین نادرست رو بگیری. مگه آخوندا نمیگن سنت ما یکی از ادله چهارگانه استنباط احکامشون سنته، همون سنتی که این طرف سیاسیون ما هم بهش باور دارن، سنت 2500 ساله. آخوندان به سنت باور دارن، اما مبدا سنتشون فرق میکنه. اما انسان مدرن به سنتش دیگه اهمیت نمیده، یه گذشتگان من مطابق میلشون زندگی کردن، بسیار عالی، به اندازه دانششون زندگی کردن. اما آیا من در قرن کنونی با این حجم از آگاهی و اطلاعاتی که دارم باید مثل اونا زندگی کنم؟ آیا روابط من در جامعه باید مطابق میل اونا باشه؟ شما الان پزشک نیاز داره، بیمار. اگر من به شما بگم طبق اون سنت ها رفتار بکنید مثل گذشتگان، قبول میکنید؟ بگید نه خیر، من دوستان بهترین پزشک منو ببینید، بهترین دستگاه ها من رو زیر نظر بگیرن، ببینن که آیا من مشکلی دارم یا نه. درسته؟ خب امر سیاسی هم همینه. طبابت برای سلامت جسمه، امر سیاسی یک بدنی است در جامعه که شما اون رو تحلیل میکنید. باید ویژگی های مهم جامعه‌ای که جواب داده رو بیاری، مثلا دموکراسی.
مگه کسی گفته دموکراسی خطا نداره؟ نه خیلی، خطا داره. اما باید به جای دموکراسی استبداد بیاریم، چون بدیلشون یکیست دیگه، یا دموکراتیک باید باشیم یا استبدادی دیگه. شق سومی که نداریم که. حالا استبداد خود شعوری داره، دموکراسی هم خود شعوری داره. اما دموکراسی بله خطا داره، اما بهترین وضعیت رو ایجاد کردیم. نتیجهش همین جوامع دموکرات که دارید میبینید، و نتیجه جوامع استبدادی هم دارید میبینید. در کدومی که از اینا احتمال رسیدن به یک جامعه خوب فراهمه؟ پروپاگاندا کردن یعنی خبر غلط دادن، اطلاعات غلط دادن. از صندوق دموکراسی هیتلر بیرون آمد، بله آمد. ما از صندوق دموکراسی چند تا هیتلر و موسولینی بیرون آمد؟ خیلی کم. اما حالا صندوق رو کنار بزنید، چند تا هیتلر و موسولینی بیرون خواهند آمد؟ هزاران نفر. شما در جمهوری اسلامی نگاه بکنید، در کشور دیگر نگاه بکنید، قدرت ندارن آدم بکشن، وگرنه این کارا رو میکردن. اما چون نگاه ما متحجره، ارتجاعیه، ارتجاع یعنی بازگشت به گذشته. وقتی میگن آخون مرتجعه یعنی میخواد برگرده 1400 سال قبل، چیزای جدید و بدی رو نمیپذیره. فقط آخوندها نیستن این وضعیت دارن، ما در بین سیاسیون هم داریم. طرف میگه دموکراسی کلیشه مبتذل است. میگه چرا؟ میگه اگر خوب بود خب ما مثل اونو میساختیم در زبانمون. یعنی ببینید این بابا دیگه چقدر تعطیله. فکر میکنه مثلا اگه کلمه ای رو گرفتیم باید معادلش رو فارسی بسازیم، حالا قبولش کردیم. روزنامه نگارم هستن، یعنی ما روزنامه نگاریم. دشمنی با جهان مدرن، دشمنی با ارزش‌های مدرن، قطعا فرقی نمی‌کنه چه دین باشه، دربار باشه. هر نوع تفکری که امروز باز تولید استبداد بکنه باید جلوش ایستاد. ضمن اینکه سابقه ما اصلا در مورد مسائل مختلف، شما اگر قدیمی ترین صفحه من که کانال تلگرام من هست مراجعه بکنید، میبینید اونجا در مورد فلسفه سیاسی صحبت میکنم. یعنی اولین پست هایی که ما در کانال تلگرام منتشر کردیم مال 7 8 سال قبل، فلسفه سیاسی هابز، فلسفه سیاسی مکیاولیه. بنابراین ما به همین جنبه نگاه میکنیم. اما اون بخش هایی برای ما خطرناکتره یا دردآورتره که به خودمون مربوطه. یعنی اگه سلیمانی صبح تا شب بشینه نقد دین بکنه، خیلی ها بهبه و چهچه میکنه. اما اگر همون ویژگی رو در یک فرایند سیاسی دیگر نشان بده، میگیم آخ اینجا دیگه نه، اینجا دیگه داره مشکل ایجاد میشه. بنابراین اصلا مهم نیست کی اول چه کار میکرده چه کار نمیکرده. مسئله بر سر اینه که امروز وقتی داره سخن میگه مدلل، متقن، مستند صحبت میکنه یا نه. ضمنی که بنده به عنوان یک حقوقدان در یه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، چون درس های مشترک درس خواندیم، یعنی همین قانون اساسی که شما دارید بحثشو میکنی جزء در منابع درسی ماست، حقوق اساسی، حقوق سازمان های بین الملل، حقوق کیفری بین الملل، حقوق خصوصی بین الملل، همین جز در منابع درسی ماست. اما چون حرف سلیمانی برای ما خوب نیست، نه این نباید بحث کنیم. اما یکی که تا دیروز فوتبالیست بود امروز داره از ما حمایت میکنه، سواد هم نداره، تمام محبوبیتش از فوتبال، بازیکن تیم ملی بود، بسیار هم عالی در حوزه خودش، فوق العاده متخصص بود. اما چون امروز از ما حمایت میکنه ایراد نداره. طرف در ایران گزارشگر ورزشی بوده، حالا رشتهش هم ادبیات، گزارشگر ورزشی بود، فوتبال رو گزارش میکرد و مفسر خوبی هم. بعد که خب دیگه انقلاب شد و آمد به خارج از کشور، شد مفسر سیاسی، امروز شده مرجع عده.
دکترا هم هستن، یعنی طرف روانشناس، سکس تراپیست، نمیدونم ارتوپد، همه اینا میشن مفسر سیاسی. بعد میگن همه اینا حرف بزنن اما سلیمانی حرف نزن. اگر به تخصص آکادمیک باشه اون کسی که باید حرف بزنه ماهاییم که حداقل مباحث حقوقی و سیاسی رو خواندیم جز واحدهای درسیمون، اما از اینا بگذاریم کنار. همه انسان ها حق دارن در مورد مسائل سیاسی صحبت. صندوق انتخابات برای اینکه یک کشاورز بتونه صحبت کنه، صحبتش رو در قالب اون رأی، یعنی جایی که من اندیشه های مختلف رو نشستم گوش کردم، این که مطابق من به اون رأی میدم. در حوزه نظر متخصص کسی است که وقتی سخن میگه بتونه اون رو برای مردم تبیین کنه با ارائه اسناد، با ارائه شواهد، با ارائه مدارک. وگرنه من بیام مثل آخونده صحبت کنم و برم، دیگری بیاد صحبت کنه بریم. به همین دلیله که در تلویزیون پارس ما به مبانی نگاه میکنیم، در مورد جزئیات صحبت نمیکنیم مگر بخوایم شاهدی بیاریم. مثلا من وقتی در مورد تروریسم صحبت میکنم، الان نزدیک بکنم 10 جلسه شده که میشینم مبانیش رو، زمینه هاش رو، سیرش رو و بعد حالا وقایع جزئیش رو میاریم. این برای تبیین بهتره که کسی که داره گوش میده احساس نکنه که من اینجا وقتم تلف شده. و خیلی صحبت از تروریسم میکنه اما یه بطور مبنایی تر نگاه میکنه. دید روزنامه نگارم میشینه تحلیل میکنن وقایع روزانه، آنقدر تعدادشون زیاده که هر عزیزی میتونه بشینه حرفاشون گوش بده. اما اون بخشی که اهمیت داره اینه که به سراغ مبانی بریم، به سراغ بنیانها بریم. این آخوند برآمد فقط حاصل سالهای 55 و 56 و 57 نیست، 1400 سال عقبه فکری پشتشه. برای رها شدن از اونم باید به بنیانها پرداخت. اینکه جوامع استبدادی هی استبداد رو باز تولید میکنه، برای اینی که هیچ وقت اندیشمندانی نداشتن به سراغ مبانی بره. اگه اروپا استبداد رو گذاشت کنار، برای اینی که 200 سال قبل 300 سال قبل یه درخت سراغ مبانی تعارف رو گذاشتن کنار. همین الان شما در رسانه دیگری که من اونجا برنامه دارم نگاه بکنید، پیرامون انقلاب، در مورد آقای تاماس پین صحبت میکنه، کسی که همین امریکایی که شما دارید میبینید حاصل اندیشه های اوست، همین فرانسه‌ای که شما دارید میبینید بخش اعظمش حاصل همون تفکرات، کسی که نه با دین تعارف داشت نه با دربار، مذموم همه هم بود. زمان مرگش 6 نفر آمدن در تشییع جنازه او. یه خدمتکاری داشت خانم مادام بونوی، گفت آقای پین من به عنوان نماینده فرانسه و پسرم به عنوان نماینده امریکا از تو سپاسگزاری. چرا؟ چون یک عده‌ای که خوششان نمی آمد، افرادی مثل چالمرز، مثل چیتام و دیگران رو گفتم برید بر علیه تاماس پین زندگی نامه جعلی بنویسید. اونام شروع کردن نوشتن فلانی شرابخوار بوده، ملحد بوده، زنباره بوده، که چهره تاماس پین رو مورد خدشه قرار بدن، همون اهل دین و دربار. دولت انگلستان وقتی تاماس پین اون کتاب‌های فاخر حس مشترک یا عقل سلیم رو نوشت و همون حقوق انسان رو که پاسخ داد به آقای ادمون برک، گفت آقای چالمرز، آقای جورج چالمرز، یه کتاب بنویس بر علیه تاماس پین. او هم شروع کرد تاماس پین رو کوبیدن. به چه شکل؟ نه اینکه استدلال‌های او رو بکوبه، نه، جعل میکنن زندگی نامه رو، همین کاری که آخونده میکنن، بدنامش بکنیم، چون جواب که نداریم بدیم، بدنامش بکنیم، فلانی اونجا اینجوریه، اون اینجوریه. کدوم فیلسوف از روشنگری بوده که جامعه او رو پس نزده باشه؟ همین آقای ژان ژاک روسو که امروز افتخاری است، پدر انقلاب فرانسه نام برده میشه، فراری بود.
مجلس پاریس تصویب کرد هر کجا این آقای نویسنده کتاب امیل رو دیدید بردید بیاریدش، میخوام بفرستیمش زندان. در انگلستان دنبال تاماس پین بودن به جرم اینکه عقاید مردم رو زیر سوال برد. اما امروز تاریخ نشان داده چه کسانی هستند که نامشون پر آواز است. چرا فکر میکنید وضعیت ما با گذشته فرق داره؟ نه، ما همین الان در فضای فکری 300 سال قبل اروپایی. جورج اورولی تعبیر جالبی داره، میگه هر چه جامعه از حقیقت فاصله میگیره کسی که حقیقت رو میگه بیشتر منفور میشه. هر چه جامعه خوابه دوست داره آروم بخوابه، کسی که بیدارش میکنه ناراحت میشه. دیدید دیگه، افرادی که خیلی خوب خوابیدنی که بیدارشون میکنه میگه چیکارم دادی بابا، بذار بخوابم، آرامش منو نگیر. جامعه بیمار همچین جامعه است. یه چیزی بگید ما دوست داشته باشیم. نقد دین میکنی با عقاید مردم بازی، نقد سیاسی میکنی با سنت هامون بازی میکنی. حالا برای بحث بر سر استدلال هاست دوست عزیزم، هیچ کس با هیچ شخصی خصومت نداره، نه مال من آوردن نه چیزی هم تو جیب من گذاشتن. بنابراین مسئله بسیار مهمی است که باید توجه بکنیم. نکات دیگری هم بود که در این حالا ایمیل این دوست عزیزمون هست، چون ماند و البته یه ایمیل دیگر هم هست که این دوستان مطرح کردن، مسئله میکنم در نوبت بعد هم به این مسئله بپردازم. بنابراین بدون تعصب نگاه بکنیم، برای ساختن یک خانه نو باید خانه قدیمی رو خراب کرد، هرچند در اون خانه خاطرات کودکی ما باشه. وقتی سقف خانه پوسیده است، وقتی دیوار خانه پوسیده است، مهم نیست 50 سال در آن خانه زندگی کردیم، باید آن خانه رو نو کرد، ساخت. استبداد وضعیتش همین، باورهای غلط وضعیتش همین، باید خانه های قدیمی پوسیده رو خراب کرد. اگر دوام دارن خب میتونن از خودشون دفاع بکنن. هیچ شخصی نمیتونه جلوی استدلال رو بگیره، اما هیچ تکنولوژی و هیچ ثروتی هم نمیتونه جلوی استدلال رو بگیره. سپاسگزارم جناب شهرتی عزیز به تلویزیون پارس، تا برنامه دیگر که دوباره در خدمت شما باشیم.